گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفى شبیه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته در خصوص یکی از مهلکات که اصل می شود گفت که یک نظر اصل همه مهلکات هست، همون کبر و تکبر بود، صحبت هایی شد و مطالبی عرض کردم. بنا شد که اگر مصلحت باشد مسئله کبر تا حدودی بیشتر، یعنی به این معنا علاج و راه معالجه کبر برای سالک و ضمناً در خصوص تواضع هم توضیحاتی عرض بکنیم. و در مرحله اول تواضع را من توضیح میدهم، چون اولا کبر و تکبر را توضیح دادیم و که بهتر که ضد کبر یعنی مقابل کبر و تکبر را که تواضع گفته می شود و فضیلت هست و اصلا به یک نظر از ضروریات هست برای سالک، با توضیحاتی که در جلسه گذشته گفتیم در خصوص کبر که چگونه مانع از دل ایساله قهرن تواضع از ضروریات خواهد بود، توضیحاتی از می کنم. نظرتون هست در خصوص کبر از کردیم که کبر همون خود خصلت هست که در درون انسان هست. وقتی همین خصلت همون مزیت بر خود نسبت به دیگران قائل شدن و قائل بودن یا خیال کردن، که اصلش باید اینجور تعبیر بکنیم، خیال یعنی واقعیت ندارد، اون خصلت مزیت برای خود نسبت به دیگران قائل شدن، خود این خصلت که در درون انسان و در وجود و در قلب انسان هست کبر هست، ظهور این خصلت و بروز این خصلت در گفتار و حرکات و اعمال انسان تکبر نامیده می شود. اصل خصلت کبر، ظهور کبر، تکبر که قهرن در اعمال و حرکات و اقوال به ظهور می رسد. در تکبر و کبر از کردیم که تکبر به یک نظر تقسیم می شود یا کبر به یک نظر تقسیم می شود به سه مرحله: کبر در برابر حضرت حق، کبر در برابر بندگان به اصطلاح خوب حق که عبارت هستند از انبیاء و ائمه، اونهایی که اطاعت و انقیاد در برابرشون واجب و لازم است، و کبر هم در برابر در مرحله سوم در برابر خلق خدا، در برابر انسانها و بندگان خدا. کبر به طوری که دارای سه مرحله بود در سه مرحله مطرح می شد، تواضع هم به تناسب همین سه مرحله کبر در سه مرحله مطرح می شود. الا اینکه من کلی عرض می کنم، اما توجه داشته باشیم که تواضع هم دارای بر اساس اون تقسیم سه مرحله است: تواضع در برابر ذات مقدس حق، تواضع در برابر انبیا و ائمه و اونها که باید به امر خدا در برابرشون متواضع بود و انقیاد داشت، و تواضع در برابر خلق و بندگان خدا. در یک بیان کلی من توضیحاتی درباره تواضع عرض می‌کنم و اون چیزی که برای ما زیاد مهم است و مقصود از بحثم همون هست، تواضع در برابر انسان‌ها و در برابر مردم و خلق و خداست، چون در کبرم همین قسمت را زیاد توضیح دادیم. تواضع فضیلت است چه در برابر حق، چه در برابر انبیا و ائمه، و چه در برابر خلق، منتها در هر جایی معنایی دارد. تواضع در برابر حضرت حق که عبارت است از همون خشوع قلبی و تذلل قلبی و حالت انقیاد و بگو مگو نکردن حتی در قلب، حالت اعتراض نداشتن حتی در درون، سلم محض بودن، مطیع محض بودن، خاشع بودن و خاضع بودن، چون و چرا نداشتن، و اصلا به طور کلی در مرحله اعلاش اگر حساب کنیم منیت را و من را در برابر حضرت حق کنار گذاشتن و
و او در وجود انسان حاکم باشد، این اصل تواضع در برابر حضرت حق است. تواضع در برابر انبیا و ائمه عبارت است از انقیاد و اطاعت در برابر اوامر اونها. تواضع در برابر خلق را میخواهیم بیشتر توضیح بدهیم. تواضع در برابر خلق عبارت است از اینکه انسان نسبت به بندگان خدا، به هر کسی که با اونها مواجه میشود، نسبت به همه، به همه بدون استثناء، هیچ مزیتی برای خودش قائل نباشد. توضیحی که در جلسه گذشته از کردم لابد فراموش نکرده اید که گفتم مرحوم نراقی عنوان میکند چگونه میشود منی که مثلا قسمتی از علوم را دارا هستم در برابر یک جاهلی که میدانم اون چرا که من میدانم و نمیداند، من خود را بر او در این قسمت مقدم ندانم. اینا را از کردم توضیحش را. بنابراین با توجه به اون توضیح، تواضع عبارت است از اینکه انسان مزیتی برای خودش نسبت به هیچ کس قائل نباشد، خودش را بر هیچ کس مقدم نداند. اون مسائلی که احیانا ممکن است انسان گول بخورد و بر اساس اون خود را بر دیگران مقدم بدارد، اونها را خوب با تعقل و تفکر معالجه علمی بکند. یعنی مثلا از طریق مال میخواهد تکبر بکند، خب فکر بکند که این مزیتی نیست واقعا، علم مزیت نیست واقعا، جمال مزیت نیست، قوه و قدرت مزیت نیست، آنچه که مزیت است تقوا و عبودیت است و اون هم نامعلوم، برای آنکه عاقبتها نامعلوم است. توجه میکنید، عاقبتها نامعلوم است، هیچ کس جز خدا عاقبت را نمیداند. الان ولو برسیم برای اینکه من الان دارای یک تقوای دینی هستم، تا حدودی محدودیت های دینی دارم، ولی این فرد فاسق است پس من بر این فضیلت دارم؟ نه، از کجا که این در آخر متقی و بنده صالح نخواهد بود و من به شقاوت گرفتار نخواهم شد؟ اینها معلوم نیست. بنابراین هیچ مزیتی هیچ کسی بر هیچ کسی نمیتواند داشته باشد. یقین میکند که مزیت دارد، زیرا مزیت اصلی عبودیت و تقوای عندالله هست و اون هم وضعش ما دامه که انسان در این دنیاست روشن نیست. توجه فرمودید، این معنی تواضع است. حالا من در این باب با پرداختم به قسمتی از روایات، خیلی روایات با لحنها و اشارات مختلف در این باب وارد شده، به بعضی از نکات که در این زمینه هست با پرداختن به روایات یک به یک اشاره میکنم. تواضع فهمیدیم یک شکستگی است، شکستگی در وجود انسان حاکم باشد، یعنی تصنع. البته خب با تصنع یا با تکلف خودمون را به مرحله تواضع باید بیاندازیم. حالا فعلا من اونو عرض نمیکنم، یادتون باشه، اونو بعدن عرض میکنم که چگونه انسان از تکبر منتقل بشود به تواضع. در اونجا به تکلف احتیاج داریم، خوب دقت بکنید، یعنی خود را به تواضع زدن، متواضع کردن. این یه چیزیست که در مقام معالجه کبر از خواهم کرد که یک مرحله به قول معروف انتقالیست از کبر به کجا؟ به تواضع. اما خود تواضع که یک فضیلت است در درون انسان، فعلا اون چه وصفیست؟ بدون تصنف، بدون تکلف، در درون انسان یک شکستگی خاصی وجود داشته باشد که توجه انسان، خوب دقت کنید در تعریف تواضع چرد میکنم، که توجه انسان به عیوب خودش، به عجز خودش، به ناتوانی خودش، به قصورات خودش، به فقر خودش، به بیچارگی خودش، به وحشتها و خطرها که احتمالا او را تهدید میکند، مخصوصا به فقر و معایب و قصوراتش، این توجه بر خود، یعنی بر معایب و قصورات و فقر و عجز خود، آنچنان وجود او را بگیرد، خوب تأمل بکنید، آنچنان وجود او را بگیرد که اصلا دیگه توجه نداشته باشد به معایب دیگران و هیچ اصلا در باطنش نوبت بر این نرسد که فلا از فلانی من بهترم. توجه بر عیوب و قصورات و معایب خود، بر فقر و بیچارگی و عجز خود، در نظام وجود، در رابطه با حضرت حق، در رابطه با آینده، در رابطه با همین وضع فعلی که از سر تا پا فقره است، این توجه اونچنان وجود او را بگیره، توجه بر معایب، بر قصورات، بر عزوفت، که اصلا نوبت نرسد بر این که
من فضیلت دارم و به چه فضیلت دارم، یه شکستگی خاصی است. این حالت هست و این دیگه نمیگذارد بر این که نوبت نمیدهد بر این که من وقتی مثلا با شما با کسی که مواجه شدم این خطور هستم میکند در قلب من که من از شما بهتر هستم، گرفتارم در درون. خود تأمل کردید؟ استغراق مستغرق شدن در درون بر معایب و عجز و فقر خود اجازه معنا را ندهد که من بر او فضیلت دارم از چی و به چه لحاظ. ترجمه کنید، اونی که شنیده در روایات هست کسی که عیب خودش را آشنا باشد چشمش از عیب دیگران چیه؟ بسته است. این یک بیان دیگر است از تواضع اگر خوب حساب کنید. این تواضع که عرض کردم ببینید یک تعریف جامعی است در باب تواضع. من خودم خیلی تاکید میکنم چون اقوال و نظرات و گفتارها در باب تواضع خیلی زیاد است، اما این بیان که عرض کردم یک بیان جامع است. هم تواضع در مقابل حق را میگیرد، هم تواضع در برابر انبیا و ائمه را شامل میشود و هم به دنبال خود تواضع در برابر خلق خدا را هم میآورد. کسی که این چنین است خودتون توجه بکنید، تأمل بکنید، کسی که این حالت بر وجودش غالب است که در برابر ذات مقدس حق و در برابر نظام وجود مشیت حق و آینده و فعل خودش را سرتاپا عجز و فقر و قصور و عیب و تقصیر میبیند و میداند، این در برابر حق هم خاضع است، در برابر انبیا هم خاضع است، برای دیگران هم مزیتی اصلا هیچ وقت تصور نمی کند، گرفتار معایب و قصورات و عجز خودش است. یه شکستگی خاصی است. اون وقت خب این خدا روزی بکند به من و به شما. یک فضیلت بزرگ است که در بیانات عرفا هست که یکی از حالا بعدم میخوانم بعضی از عرفا بعضی از بیانات دارن، اونجا هم یکی از عرفا به این مسئله یک لحن خاصی اشاره کرده، یادتون باشد بعد عرض میکنم. این یک حالت شکستهی که همون تواضع است که شامل میشود به تواضع در قبال حق و انبیا و ائمه و خلق. این فضیلت هست برای سالک. سالک باید صاحب این فضیلت باشد. اما این فضیلت چه برکاتی را به دنبال خودش دارد؟ صاحب این فضیلت در عالم خود گرفتار است، شکسته است و در باطن خود منکسر است، انکسار دارد. نه مزیتی بر دیگری می فروشد و قائل است، نه در برابر انبیا و ائمه گردن کشی می کند و نه در برابر حضرت حق برای خودش حق طغیان می دهد. عجز است، فقر است، انکسار است، مطیع حق و انبیا و با دیگران هم کاری ندارد، مشغول خود. این فضیلت است و اینم اون تواضع است. این فضیلتی است که ظاهرش اینجوری است اما باطنش چه برکاتی درش هست. حالا من و شما فعلا از باطن محجوب هستیم، نمیدانیم. اگر این خصلت و این فضیلت در ما بود و کسی هم بود که پشت حجاب را ببیند، می‌بینم که در همون حال که من فرزن این چنین شکسته هستم در کجا هستم. او می‌بیند، اگر ببیند کسی او می‌بیند. و در این به این حقیقت در روایات با لحن‌های به خصوص اشاره شد. حالا یک به یک جامع سادات جلد یک صفحه 362 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم نراقی از رسول اکرم اینجور نقل می‌کند: ما تواضع احد لله الا رفعه الله. دقت کردید تواضع که عرض کردم به همه مراحل تواضع شمول داشت، فلذا این روایات به همه شامله. رسول الله فرمود که هر کسی که تواضع بکند، ما تواضع احد لله، تواضع نکرد، شکسته نشد در برابر خدا احدی، الا رفعه الله، مگر اینکه خدا او را بالا برد. عرض کردم اگر حجاب پرده با نباشد، شما با چنین کسی مواجه باشید و پرده در برابر چشم شما نباشد، بنا باشد شما پشت پرده را ببینید، همین آدم را که در عالم خود این چنین شکسته است، شما در مراتب عالیه و در مقاماتی میبینه که نه به لحظ می آید و نمیشود تصور کرد. رفعه الله، خدا میبرد او را بالا، بالا میبرد. اما دیگه چگونه بالا میبرد؟ گفتم اگر حجاب کنار برود تا حدودی میشود دید، اصلش را باید اونجا یافت. رفعه الله. خب
شما نمیدونم شنیدید البته، اما توضیح من عرض میکنم. شما یه شجره طوبا شنیدید و ما شنیدیم با هم. شجره طوبا شنیدیم که این شاخه ها دارد، یک جایی هم منتهی میشود تو قرب حق است، و این شجره اصلش در وجود و عالم و حقیقت علی سلام الله علیه هست. شجره طوبا شجره است در نظام وجود. شجره طوبا همونی که در زبان ها میگن درخت طوبا. البته خب درخت چون ترجمه همون شجره است میگن درخت، ولی از این درخت ها که نیست، شجره است. شجره است تمام، یه شجره نوری است. یه شجره نوری شاخه ها دارد، انشعاب ها دارد، عالمی است انشعاب ها دارد، و نهایتش هم این انشعاب هاش منتهی میشود به وجه الله، به گربه هست، به اون عالم بالا، به سدرت المنتها. حالا اینا فقط لفظ است دیگه برای ما. این شجره به همه جا احاطه دارد بإذن الله. یه شجره نوری فوق ماده، محجوب از نظرهای ما. کسی که شکسته است، متواضع است، با این بیانش توضیح دادم، از اونهاست که اگر بنا باشد باز کسی پشت حجاب را ببیند، از اونهاست که به اصطلاح معلق بر این شجره طوباز از یکی از شاخه هاش از طریق تواضع. آدم شکسته را کسی باطنش را ببیند، به اصطلاح به قول معروف دست به اغصان یا شاخه های طوبا زده و بالا می رود. حالا خدا کند انشاءالله شما یه وقتی اینها را تا حدودی شما و ما از این مسائل یه خورده برخوردار باشید. اگه شکسته را ببینید که به اون توضیح چی گفتم، ببینید که به یک عالم نوری ارتباط دارد، از یک رشته نوری که اون شجره طوباست. در مراحل اولی اینجور دیده می شود، بعدها به صورت دیگر دیده می شود که دیگه به بیان نمی آید، در لفظ نمی آید. همینقدر در مراحل اول شما می دهید که این با یک رشته نوری به سوی عالم نوری کشیده می شود. در مراحل بعدی گفتم طور دیگری دیده می شود که اصلا لفظ اینا قاصر است از پیاده کردنش. و رسول اکرم صلوات الله علیه گاهی نگاه می کرد، همینطور نگاه می کرد، بعد می گفت که من می بینم فلانی از فلان شاخه طوبا، دست به فلان شاخه طوبا زده دارد بالا میرد، فلانی را میبینم که به فلان شاخه بالاترین شاخه هست دست زده به اصطلاح متمسک شده. در برابر شجره طوبا شجره زقوم هم داریم که به جهنم منتهی میشود. همین الان داریم و برای ما محجوب است. تواضع یکی از مسائلی که متواضع را متمسک بر قسمی از اغصان شجره طوبا میکند. اگر محجوب نباشد میبینیم. این به اصطلاح روایت که باز از جامع سعادات نقل میکنم، جلد یک صفحه 362، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوبا لمن تواضع فی غیر مسکنه. در این بیان اینجوری است، طوبا در روایت خیلی این بیان را داریم، ولی نظرتون باشد که این بیان همینطور که معنی میکنن درست است، اما ناظر به شجره طوبا است. طوبا یعنی خوشا به حال، یا طوبا برای اون کسانی، یعنی طوبا هست، تمسک به شجره طوبا هست، ورود به عوالم نوری است، ورود به مسالک غیب است، اون راه هاست، اون عوالم نوری که به سدرت المنتهی میبرد. طوبا است برای کسی که تواضع فی غیر مسکنت، متواضع باشد اما خودش مسکین نباشد، متواضع باشد. خب تواضع همینطور باید باشد. من مسکنتی ندارم، مسئله است این خصلت و فضیلت هست برای من که متواضع هستم. در برابر شما که من تواضع دارم، تواضعم برای این نیست که احتیاجی به شما داشته باشم. این شد تواضع از روی مسکنت. اون مسئله مهمی نیست، مسئله نیست، شاید هم عیب است. تواضعی که فضیلت هست بدون مسکنت باید باشد. طوبا باد یا طوباست برای کسی که تواضع بکند بدون اینکه مسکنتی داشته باشد. و انفق مالا جمع اوقات، دنبال بیان رسول الله اینجوریست، و انفاق بکند مالی را که جمع کرده است از غیر طریق معصیت، و رحم اهل الذله و المسکنه، به اهل ذلت و مسکنه ترحم داشته باشد، و خالت اهل الفقه و الحکمه، و به با ارباب فقه و حکمت هم مخالفه و مجالست داشته باشد. این البته چند چیز دیگه است که میشمارد، منظورم اون جمله اول بود.
که تو بال من تواز افی غیر مسکن. خب اینم یک مسئله بود توازو. حالا به روایت دیگری از اشاره میکنم که قبل از اینکه اشاره به این روایت بکنیم، من این روایت را خودم تا حدودی حفظ هستم از بس روایت، یعنی برای من معتقدم که برای همه شما ها لازم است این حفظ بکنید که اینما اقبل و صلات من تواضع لعظمتی ولم یتعاظم لخلقی و الزم قلبه و خوفی و قطع نهاره و به ذکری و ترک شهوات و لعجی. یک کلمه کامل، یعنی اینو من قبلا هم دیده بودم، همیشه حفظ کردم، در نظرم هست، یک بیان جامعیست. و این داعیش هم اون وقت من دیدم و حس کردم این بود که مانند شما خیلی دلم میخواست و میخواهد مانند شما که ببینم که خدا بالاخره در یک بیان جامع کدام نماز را قبول میکند. باید این فکرش کردید، این همه شنیده این که نماز مقبول غیر مقبول، نماز قبول بشود نشود، من به شما میگم خدا قبول بکند، شما به من میگید خدا قبول بکند، از این دعاهای نامستجاب هم هی تکرار میکنیم، بالاخره بفهمیم که این خدا قبول بکند، خدا قبول کردیم، قبول بکند اولا یعنی چه و ثانیا کی و چگونه و در چه شرایطی قبول بکند، اولا بفهمیم بدانیم، بلکه خدا خواست توفیقی شد و این شرایط قبول صلات را و نماز را داشتیم. قبلا هم گفتم دوستان خوب توجه بکنن، خانم هم توجه بکنن، نماز قبول شدنش قبول شدن خود انسان است و هر عبادتی بخواد قبول بشه عمل چیزی نیست، خود انسان باید قبول بشود در محضر حق. با نماز شما میخواهید بالا برید، نماز وسیله است، سبب است، ابزار است و هر عمل دیگر ابزار است. اونو که میخواهد پیش برود اگر قبول بکنند او را قبول خواهند کرد و اگر نکنند نخواهند کرد، خود انسان است، صاحب عمل است. بنابراین نماز ما قبول شد نشد معنیش نیست ما قبول شدیم یا چیه؟ نشدیم به محضر حق. خب این چیز ساده نیست، این چیز گذشتنی نیست، باید روش فکر کرد، باید چاره‌جویی کرد. فریضا این بیان جامع، البته خیلی بیانات جامع هست، اما این بیان جامع خیلی هم تکان دهنده است، هم بیان جامع است، هم آموزنده است و هم به خود من و شما اون به اصطلاح جواب خیلی روشن میدهد که خیالات را بگذاریم کنار و سلام صاف. خیالات را بگذاریم کنار، خیالات که عوام ها خودشون درست کردن که خودشون میشینن با خیال بافی خودشون نماز خودشون را یا میقبولانند و یا چی میکنن؟ از کنم که رد میکنن. نه، باید معیار ببینیم از طریق خود و خدا، از طریق وحی، از منبع وحی چگونه رسید. حالا منظور من از عنوان این مسئله در رابطه با تواضع هست. یکی از شرایط قبول صلات تواضع، توجه میکنید، یکی از شرایط قبول صلات، یعنی خدا اون کس را قبول میکند که متواضع باشد. دقت میکنید، از اینجا باز میبینید که فاتحه متکبر چگونه خوانده میشه. مثلا متکبر وجودش مقبول حق نیست، وجودش ها وجود متکبر از اول مقبول حق نیست، صلاتش هم همچنین و همه اعمالش هم همچنین. یعنی خودش مقبول نشود معنیش این است که اعمالش مقبول نیست، گفتم چون جان مسئله خودش هست. شکسته ای که خیلی ها از این مسئله، خیلی از افراد متاسفانه در غفلت هست، شکسته ای انسان را مقبول حق میکنه. شکسته ای در برابر حق و انبیا و اعمال، در برابر خلق و مردم، بندگان خدا، بندگان. حالا باز من اینجا بیادم افتاد که اینقدر که مسائل روشن است باز متاسف شدم، یادم افتاد امثال خود من، بعضی از معمم ها و هم یا خیر بعضی از افراد مانند شما، مثلا امثال شما، خود شما که نه ترجمه کنید. حالا اینا چرا مثلا غفلت کردن؟ چی فکر میکنن؟ چرا از این مسئله مهم واقعا غفلت شده؟ اصلا تواضع ضرورت دارد، خدا قبول نمی کند غیر متواضع را و سلام ترجمه شکسته را میپذیرد. به درد میکنم شکسته.